اما تا دقایق دیگه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله اسرائیل به ایران برگزار میشه. این جلسه به درخواست جمهوری اسلامی و با حمایت چین، روسیه و الجزایر تشکیل خواهد شد. بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این نشست رو مهم خونده و خواستار موضع‌گیری قاطع شورای امنیت شده. همزمان بغداد هم به دلیل استفاده اسرائیل از حریم هوایی عراق برای حمله به ایران شکایتی به سازمان ملل ارائه کرده. در همین رابطه بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، جایی که همکارم مریم رحمتی اونجا با ما همراه شده. مریم، قراره که برگزار بشه تا دقایق و ساعاتی دیگه، چه انتظار میشه داشت از این جلسه؟ پیش بینی میشه که در این جلسه جمهوری اسلامی در مورد نقض حاکمیتش توسط اسرائیل و اینکه حق پاسخ رو برای خودش محفوظ میدونه صحبت بکنه. از طرف دیگه اسرائیل هم اعلام کرده که قصد داره ایران رو تهدیدی جدی برای صلح جهانی معرفی بکنه و خواهان تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران بشه. اعضای دائم شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به احتمال زیاد دیدگاه‌های متفاوتی ارائه خواهند داد در این جلسه در مورد حملاتی که اخیراً اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران انجام داده. آمریکا احتمالاً از اسرائیل حمایت خواهد کرد و روی تهدیدات ایران برای منطقه تاکید می‌کنه، در حالی که روسیه و چین شاید با اسرائیل مخالفت کنند و این حملات رو محکوم بکنند. کشورهای اروپایی مثل فرانسه هم ممکنه روی اهمیت دیپلماسی و جلوگیری از افزایش تنش‌ها تاکید بکنن، موضوعی که دقایقی قبل دبیر کل سازمان ملل هم از طریق سخنگوش تاکید کرد بر اون و گفت که باید این تنش‌ها که حالا به نقطه بسیار حساسی رسیده کنترل بشه و او از ایران و اسرائیل خواست، از جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، تا خیشتنداری بکنن. عراق هم که در این جلسه قرار هست به احتمال زیاد شرکت بکنه، در مورد شکایت رسمی که علیه اسرائیل ارائه کرده به دبیر کل و همچنین شورای امنیت صحبت بکنه، چون که میگه اسرائیل برای حمله به ایران از حریم هوایی عراق استفاده کرده. بغداد این اقدام رو نقض آشکار حاکمیت خودش میدونه و از دبیر کل و شورای امنیت خواسته که به این مسئله رسیدگی بکنن، گرچه که نیوشا عراق نخست وزیرش گفته و دستور داده تا موضوع از طریق دیپلماتیک با آمریکا هم پیگیری بشه. همچنین باید بگم که باید منتظر باشیم و ببینیم که این جلسه به چه نتیجه‌ای میرسه و آیا اعضای شورای امنیت که بینشون یک تفاوت بسیار زیادی هم وجود داره، آمریکا و بریتانیا و کشورهای اروپایی به یک سمت و همچنین چین و روسیه و الجزایر به سمت دیگه، میتونن حتی یک بیانیه مشترک یا قطعنامه‌ای در مورد حملات اخیر یا تنش‌های بین ایران و اسرائیل صادر بکنن یا خیر. ممنونم ازت مریم رحمتی، از مقر سازمان ملل نیویورک با ما همراه بود.